ما چند نوع استمسل داریم. یکی امبریونال استمسل، یعنی سلول های استمسلی که جنینه که به طور کلی در بیشتر 99% کشورها به غیر از چاینا و چین و یا ایرلند به اخیرا اجازه نیست که با سلول های بنیادی جنین کار کنیم، چون از نظر علم اخلاق میگن اجازه نیست، چون میتونیم به سلول های جنین رو شما میتونید به هر چیزی که میخواین تبدیلش کنید، دیفرنشیت کنید و صحیح نیست. نوع دیگرش هستش که سلول های ادالته. سلول های ادالت به این صورته که ما بیایم سلول های ورداریم و سلول های بادی که بتونیم توی اینا رو جدا کنیم و بتونیم تحریکشون کنیم و تبدیل بشن به ارگان ها یا سلول هایی که خودمون میخواییم. مثل تا لایه هست که توی این اسلاید میتونید شما ببینید که هر لایه میتونه بافت های به خصوصیت توی انسان رو بسازه. یکی بافت داخلیه، یکی مزودرمه، یکی اکودرمه که باعث میشه سلول ها و یا بافت های به خصوصی رو بشنسیم. و نوع آخر که میشه انجام داد ایندیوس، سلول هایی که میتونیم به طور مصنوعی استمسل هایی یا سلول های بنیادی رو تهیه کنیم، از سلول های بدن رو بگیریم، پروگراماش کنیم به وسیله یه نوع فاکتورهایی هست، ما بهش میگیم ترانسکریپشن فاکتورها، یا ژن هایی رو به اینا اضافه کنیم که اینا رو برگردونیم به صورت استمسل در بیاریم. وقتی که برگشتن دو مرتبه اینها رو بتونیم با تحریکشون کنیم به سلولایی که خودمون میخوایم تغییر پیدا کنند. ادات استمسل ها رو که الان خیلی به صورت پاپولره میتونیم به سه صورت از انسان ها جدا کنیم و روشون کار کنیم. یه نوعش هستش که از روی مغز استخوان جدا کرد، این یک نوعش هست که از داخل سلول های چربی جدا کرد، و نوع دیگرش اینه که از بند ناف جدا کرد که الان در ایران رسم شده که اینطوری که من شنیدم تمام بچه هایی که بدون میان هم در همون زمان بند ناف خون اونجا رو میگیرن و پول میدن براشون نگهداری کنن برای آینده، برای اینکه سلول های بنیادی رو برای خود اون شخص مصرف کرد. دلیلش چیه که میشه سلول های بنیادی و تراپی رو برای خود اون شخص جدا کنیم و به خود اون شخص؟ برای اینکه وقتی شما این رو به عنوان ترانسپلانت یعنی میای میدی، دیگه بدن این رو به عنوان غریبه نمیشناسه که بخواد بهش حتی حمله کنه و و هیچ ریجکشنی انجام نمیشه. ولی مهمترین سلول های بنیادی که الان خیلی رایجه و تمام دنیا داره انجام میده، میگه که سلول های بنیادی رو بیایم از داخل سلول های چربی، بافت چربی جدا کنیم. نه سلول چربی، بافت چربی. چرا؟ چون که آسونه، تمام بدن زیر بافت چربی هست و راحت بدون عمل جراحی سخت میشه این سلول ها رو جدا کرد. ولی یک مشکل هست که این نظر منه، اگه توجه کنید توی این اسلاید هم من نوشته استمسل جداسازی سلول های بنیادی از داخل بافت چربی و اسم دیگرش هست استرومال واسکولر فراکشن، که استرومال واسکولر فراکشن یعنی که تمام سلول های داخل بافت چربی رو اینا میگیرن و میگوین که ما سلول های تمام سلول ها رو داریم، همچنین سلول های بنیادی رو. یه ایرادی که از نظر من داره، شما میای این تمام سلول ها رو به شخص برای تراپی میدید، ترانسپلانتش میکنید، ولی این شخص معمولا جواب نمیده، چون شما نمیان خالص سلول های بنیادی رو به اون شخص بدید، در نتیجه کار نمیکنه. یکی از ایرادهایی که داره، نمیتونند در حال حاضر در این ثانیه نمیتونن که سلول های بنیادی رو به صورت خالص
از مابقی سلول‌هایی که داخل بافت چربی است جدا کنن. اگر بشه این کار کرد، به احتمال 90 تا 95% جواب دهی برای سلول‌های بنیادی برای تراپی برای پیشنت ها میشه انجام داد. ولی نوعای دیگه هم هست، مثلا یه دونه جدیدن یه دونه ژاپنی چاپ کرده، بسیار جالبه. وقتی در داخل دندون یه قسمتش هست بهش میگم پلپ، بغل کانال‌های عصبی که زیر دندونه، اونجا هم مرکز اونجا سلول‌های بنیادی پیدا کردن. حتی در اون لایه‌های یک دونه عروق که من اینجا نشون دادم، لایه خروجی وقتی خارج میشیم اونجا هم سلول‌های بنیادی پیدا کردن. این یه چیزی رو به آدم یاد میده که هر نقطه‌ای که از بدن سلول‌های بنیادی هست، این به انسان این رو الهام میده که بایستی مثلا برای بیماری‌های قلبی ممکنه بایستی سلول‌های بنیادی که در عروق هست و در اونجا هست مصرف کرد برای تراپی. یا مثلا وقتی توی دندون سلول‌های بنیادی اونجا هست، سلول‌های بنیادی برای اون منطقه مصرف، و یا ممکنه سلول‌های باشن که به صورت جنرال برای تمام بدن بتونن کار کنن. این قسمت هم تموم شده، ولی میرسیم به پایان تقریبا، که در راجع به یه متدی هست که باید انجام بدن. ما بهش میگیم بایو مارکرز. بایو مارکرز معنیش اینه که در زبان پزشکی و تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که خون در حدود 14 تا 16 هزار تا پروتئین داره، و ما میدونیم که تمام بافت ها قسمت اعظم پروتئین هاشون رو ترشح میکنن، و وقتی پروتئین ترشح شد وارد خون میشه. پس میتوان برای تشخیص هر بیماری توی خون نگاه کرد. یه ایرادی که داره توی خون که مشکل همه میدونن که بایستی تو خون نگاه کرد، به خصوص داروسازهای بزرگ، کارخانه‌های داروسازی بزرگ، ولی ایرادشون اینجا هست که تو از این 14 هزار تا 16 هزار تا پروتئین که تو خون هست، حدود 40 تا 45 تا پروتئین، 90% 95% از پروتئین تمام خون رو تشکیل میده از نظر غلیظت. معنیش چیه؟ یعنی شما حساب کنید که 15000 تا به طور مثال 15000 تا پروتئین بسیار غلیظتشون پایینه، بسیار پایینه، و 40 تاشون بسیار بالاست. این 40 تایی که بسیار بالاست نمیگذاره که شما اون 15000 تا بقیه پروتئینی که غلیظتشون بسیار پایینه ببینید. این مشکل الان تمام دنیا داره، و الان 10 تا کارخونه داروسازی بزرگ جهان با هم فقط برای این قسمت بایومارکر با هم یکی شدن که بتونن بایومارکر ها رو برای بیماری های مختلف مثل آلزهایمر، پارکینسون، به عبارت دیگه بیماری های نادر، یعنی بیماری هایی که خیلی کم ما بین مردم هست، بیومارکر ها رو پیدا کنم. بیومارکر دو نوع داریم. یکی این که هست بهش میگیم دیاگنوستیک، یعنی میاد نشون میگه که شما این بیماری رو دارید. مثلا شخص اگه آلزهایمر داره، میگه ما اگه این فاکتور رو اندازه بگیریم نشون میدیم که شما آلزهایمر دارید یا ندارید داخل خود. پارکینسون دارید یا ندارید. ولی الان در حال حاضر برای آلزهایمر فقط یک دونه پروتئین هست که این پروتئین هم به صورت این استیمیشن میگن، به صورت این میگن که آپولیپروتئین ای. اگر شما دو تا یه نوع ساب تیپ داره بهش میگن، اگه E4 داشته باشی احتمال زیاد داره که شما آلزهایمر بگیری، ولی به این صورت نیست که شما بخواید سریع تو خون اندازه بگیم داره آلزهایمر یا نداره، یا بیماری های نادری. من در طول 20 سال روی چندین تکنیک کار کردم و الان کمباینشون کردم و یک نوع متد جدیدی رو دیولپ کردم که مشکلی که تمام کارخونه‌های داروسازی جهان دارند
من اون مشکل رو با این متد حل کردم. چه جوری حلش کردم؟ ما میتونیم با این متد داخل خون تمام نه اون چلتا بلکه تمام پروتئین ها رو نگاه کنیم و حداقل میتونیم به صورت ابسولوت میتونیم حتی غلظت تا 1000 تا پروتئین رو در همزمان با هم مقایسه کنیم، یعنی ما بین اشخاصی که نرماله، اشخاصی که مثلا آلزایمر داره یا اشخاصی که پارکینسون داره در این حال میشه نگاه کرد. این متد رو من دیولپ کردم و میخوام در الان در جریانش هستم و در کنتاکت هستم با کارخونه های داروسازی که بتونیم که با هم همکاری کنیم و بتونیم بیومارکر هایی برای بیماری های نادر و یا حتی بیماری های پیچیده مثل بیماری قند یک یا دو و یا بیماری های قلبی، چون اینا بیماری های کمپلکس هستن، بیشتر از یک فاکتور یا کامپوننت توش نقش دارن.